من مجذوب عیسی مسیح هستم. آیا تو مجذوب عیسی مسیح هستی یا نه؟ واقعا از عیسی مسیح به وجد میایی یا نه؟ خیلی ضعیف بود. آمین. مثل اینکه چند نفر بودن اینا. ما از خدای خودمون باید هیجان‌زده و ذوق‌زده بشویم. آمین. خیلی الان با چیز آمین. من فکر میکنم و امیدوار هستم زمانی که خدا ما رو به این بود به این مرحله بیاره واقعا ذوق زده و هیجان زده بشی از عیسی مسیح. من فکر میکنم خیلی مشکلاتمون حل خواهد شد. یعنی مشکلاتمون اونقدر کوچیک و کم خواهد شد که در موردش هم نمیتونیم اصلا فکر کنیم. هر مشکلی هم هست فقط با این ایمان آوردن و باور کردن که خدای ما خدای معجزات هست. به این خاطر امروز هم این سرود را انتخاب کردم. سالها نخونده بودیم. بعضی هستن خیلی دوست دارن، بعضی هستن که دوستشون ندارن. نگاه نمی کنم به کی. فقط من عاشق این سرود هستم چون تمام کارهایی که عیسی مسیح 2000 سال کرده اینو اعلام میکنیم و اعلام میکنیم او عالی هست، بهترینه، زیباترینه. و زمانی که اینو اعلام میکنیم باید در قلب ما این ایمان رو ایجاد کنه. خدا امروز هم کوران رو میتونه شفا بده. امروز خدا میتونه مرده رو زندگی کنه. امروز هم خدا میتونه افسردگان رو نور امید بخشد. به این خاطر هر دفعه اینو که اعلام میکنیم این ایمان در قلب ما قرار میگیره. و اون زمانی که میگم واقعا مخصوصا این قسمتی که بسیار عالی و شگفت انگیز و نامش عیسی، من فکر میکنم عیسی مسیح لذت میبره. مخصوصا که نگاه میکنیم میگه که این کلیسا واقعا باور داره، نه فقط میخونه بلکه باور داره. من و تو قابل و توانایی آن را داریم که فریفته و مجذوب باشیم. آمین. چون خدای ما مجذوب کننده هست. خدای ما خدای مجذوب کننده و بسیار عالی و زیباست. فخر میکنم به این خدای عالی. هر موقع هم که به یه جایی میرسم که امروز هم میخوایم در مورد صحبت کنیم، شروع میکنیم به شک به خودت و به همه چیز انجام، زمانی که چشمم نگاه میکنم به اون خدا و یهو مثلا وارد یه بعد دیگه میشم و میگم چه خدای عالی داریم، چه خدای واقعا خدایی. نه فقط ما، بعضی وقت میگیم خدای غیر ممکنان. درسته غیر ممکن، کارهای غیر ممکن انجام میده. و زمانی که صفتهای او رو نگاه میکنم، فروتنی، زیباییش و دلسوزیش که برای تک تک ما داره و محبتش نگاه میکنم، میبینم که خیلی چیزهایی هست که یواش یواش از بین میره. به این خاطر امیدوار هستم به اون شناخت او بتونیم برسیم. و تفاوت مقابل یا تضاد معجزات، نه تضاد مجذوب و محصور بودن، نوشتم اینجا یا نه؟ فکر میکنم اینجا نوشتم. شاید بعدی باشه. نه این نیست. باشه دوباره میگم. هفته گذاشتم اینم گفته بودم. سعی میکنم درست بخونم دوباره. چند بار تمرین کردم فقط برات. تفاوت مقابل یا تضاد مجذوب و محصور بودن زندگی کسالت آور و زندگی خسته کننده و بی تفاوتی است. درست خوندم؟ متوجه شدی؟ یه تفاوتی هست. زمانی که مجذوب نمیشی، مجذوب خدا نیستی، خسته کننده هست. مسیحیت خسته کننده میشه. زمانی که مجذوب هستی یا و همینطور خدای تو خدای هیجان زده هست، دیگه اون زندگی مسیحا دیگه خسته کننده نیست. حتی در فشارا، حتی در دردها، حتی در رنجها خسته کننده نیست، چون میدونی چه خدای پشت تو اینجا ایستاده. اگر تو مجذوب و محصور و پر از شوق عیسی نیستی، پس هنوز عیسی رو ملاقات نکردی.
دوباره بخونم. اگر تو یا ما مجذوب و محصور و پر از شوق عیسی مسیح نیستیم، پس هنوز عیسی رو ملاقات نکردیم یا درست نکردیم، یا یک ملاقاتی که کردین فراموش کردین. فقط در مورد یک زمانی که ما میگیم چه شهادتی داری، بعد از میگی که تقریبا 15 سال پیش بود در حضور خدا بودیم در سمینار، چطور خدا ما رو لمس کرد؟ خب 15 سال پیش یا 10 سال پیش، خب الان چی شده اون خدا؟ پس اینجاست که ما باید نگاه کنیم، خودمون تفتیش کنیم و نگاه کنیم ببینیم که آیا واقعا چه چیزی کم هست. و امروز میخوایم در این قسمت صحبت بکنیم. معمولا ما باید با این خدایی که هست و ما رو عاشقانه دوست داره، ما میبایستی زندگی پر شوق و هیجان داشته باشیم. یعنی این هدف ما باید باشه، زندگی ما، زندگی کلیسای آلفا و امیگا، افرادی که در این کلیسا هستن، ما باید پر هیجان زده و شوق زده برای عیسی مسیح باشیم. و این توانایی رو داریم چون ما شبیه خدا خلق شدیم. یا خدای ما هم همینطور در مزمور 16 است میگی که طریق حیات رو به من خواهی آموخت، به حضور تو کمال خوشی است و به دست راست تو لذت ها تا ابدالآباد. خدا زمانی که به ما نگاه میکنه، عزیزان شاید باور نمی کنین، لذت میبره. میدونستین؟ لذت میبره زمانی که به ما نگاه میکنه، واقعا با خوشحالی نگاه میکنه. ما فقط چون این مغزمون، فکر مونیتوری، فقط به خودمون نگاه میکنیم، ما فقط نگاه میکنیم چه کارهایی که کردیم، چه کارهایی نکردیم، چقدر ضعیف بودیم، چقدر شکست خود، نتیجه گیری. نه، نمیتونه خدا اینطوری در مورد من فکر کنه، غیر ممکنه. و اینم فکر انسانیه. زمانی که امیدوار هستم این موعظه ها، این تعلیم هایی که ما اینجا میشنویم، و واقعا خدا رو شکر کنیم، اینو واقعا با فروتنی میخوام بگم، خدا رو شکر کنیم که خدا کلیسامون رو اونقدر از طریق تعلیم خیلی فیض بخشیده. خیلی چیزایی هست که ما میبینیم که توی کلیساهای دیگه، توی کنفرانس‌های دیگه انجام میشه که اینجا مثلا 3-4 سال 5 سال پیش اینجا موعظه کرده شده. از طریق نسلی خیلی چیزای عمیق، خیلی چیز روحانی و شفایی اینجا ما به دست آوردیم. یا به این خاطر واقعا خدا رو شکر باید بکنیم. فقط الان اینطوری غرور نکنیم، ما یک کلیسای الان به، نه، روز به روز واقعا باید در این قسمت ها در این فروتنی بمونیم و هر چقدر روی خودمون کار میکنیم، کلام رو میشنویم، روی خودمون کار میکنیم، اینجاست که رشد میکنیم. اون موقع هست که عیسی مسیح میگه الان اینا فهمیدن، روش کار کردن، الان یه غذای جدیدی میدن. زمانی که هنوز ما تو این غذای یک سال پیش اینجا می جوییم، هنوز هیچ چیزی نشدیم، ولی خدا میگه که چه غذای تازه بهشون بدم. هنوز اینو درست قورت نکردن، هنوز نه جوییدن یا بیرون آوردن. الو هستین؟ تو خدای من هستی، نیکویی من نیست غیر از تو. این مزامیر مسیح آخر هم میبینیم که خدا فیض ببخشه که بتونیم بخونیم. فقط الان میخوام در این قسمت نگاه کنیم. پس زمانی که ما این شوق در ما یا هیجان زده برای خدا من نیستیم، پس چه مشکلی هست؟ چه چیزایی هست که جلوش گرفته؟ و یه جوری یا ما یا بی ایمانیه، یا همینطور بی تفاوتیه، یا بی علاقیه، اصلا دنبالش این نیستیم. به این خاطر پرسیدم، گفتم که من مجذوب عیسی مسیح هستم، آیا تو هم هستی؟ میخوایی؟ تو مجذوب عیسی مسیح هستی؟ یعنی خودتون گفتیم بله آمین. هفته گذشته یه قسمتی از کلام خدا رو خوندیم، امروز هم دوباره میخوام بخونم، چون الان میخوام توی یک مطلب دیگه وارد بشیم. این در کتاب انجیل لوقا باب 11 آیه 34 تا 36 هست. اینو نسیم برای ما میخونه. چشم چراغ بدن، اگر چشمت سالم باشد. میتونیم بلندترش کنی؟ چشم چراغ بدن است، اگر چشمت سالم باشد تمام وجودت روشن خواهد بود، اما اگر چشمت فاسد باشد تمام وجودت را ظلمت فرا خواهد گرفت. پس بهوش باش، نوری که در توست تاریکی نباشد.
چه اگر تمام وجودت روشن باشد و هیچ جزی از آن تاریک نباشد، آنگاه همچون زمانی که نور چراغ بر تو میتابد به تمامی در روشنایی خواهی بود. این از قدیمیه، از ترجمه قدیمیه. بله، هفته گذشتم در موردش هم صحبت کردیم. میگه چشم چراغ بدن است، اگه چشمت سالم باشد تمام وجودت روشن خواهد بود. یادتون از هفته گذشته در موردش هم صحبت کردیم. اگه چشمت فاسد باشه پس چی؟ تمام وجودت ظلمت خواهد بود. پس اینجا میگه باهوش باش، باهوش باش چطور زندگی میکنی، باهوش باش که این نوری که در تو هست یا از او استفاده کنی که شروع بکنی به درخشیدن. و اونجا هم توضیح میده که آنگاه همچنان زمانی که نور چراغ بر تو میتاباد به تمامی در روشنایی خواهی بود. یعنی در روشنایی خواهی بود، یعنی اینطوری مثل این که الان یک نوری هست که همینطور مثل الان اینطوری میتابه، الان من در روشنایی زندگی میکنه، یعنی به من نگاه میکنی من الان یک روشنایی نشون میدم. یا سو این الان تقریبا مثل اینو صحبت میکنه. پس این قلبی که خداوند به تو بخشیده و این زندگی تو به تو بخشیده، این رویی که به تو بخشیده، تو مسئول هستی طوری زندگی کنی که دائما بتری بدرخشی. تو مسئول هستی، نه دیگران مسئول هستم. من مواظب قلب خودم باید باشم، با این چشم چه چیزایی نگاه میکنم، چه چیزایی دریافت میکنم، دنبال چه چیزایی هستم، و این باعث میشه چقدر من شروع میکنم به درخشیدن. اوکی؟ هفته گذاشتم در موردش هم صحبت کردیم. تو مسئول زندگی خودت هستی، تو مسئول قلب خودت هست. اگر نمیدرخشی نباید بگی که دیگران مقصر هستن، مثل آدم و حوا که چرا از این سیب خودی یا خدا این زن رو تو به من دادی، و همینطورم حوا. یعنی ما شروع میکنیم دلیلایی پیدا کنیم، بهانه هایی پیدا کنیم، یا این برادر اینطوری، این خواهر اینطوریه، نمیدونم اصلا این کلیسا مشکل داره، یا به هر حال خیلی چیزایی میتونه، نه فقط کلیسایی باشه، میتونه دنیایی هم باشه. رئیس من اینطوری شده، این رو با من بد رفتار کرده اینطوری. نه، ما باید اینطوری نگاه کنیم، از اینا باید یاد بگیریم. اگر واقعا از این بلوغ روحانی اومدیم بیرون، باید بدونیم تو مسئول زندگی خودت هستی. اگر تو نمیدرخشی تو مشکل داری، نه پاستورت مشکل داره. من باید طوری زندگی کنم که من شروع کنم به درخشیدن، یعنی این درخشش رو دیگران باید ببینن. یا الان چرا خاموش بشه منو کمتر خواهید دید، و زمانی که الان در روشنایی هستم، این نور، یعنی این چیزی که در من قرار گرفته، انعکاس این حیاتی که در من هست یا نوری هست که سمت شما میاد و تأثیر میذاره روی شما. پس من باید طوری زندگی کنم که قلب خودم رو، چشم خودم رو پاک نگه دارم، که واقعا شروع کنم به درخشیدن. همینطور یه جای دیگه هم هست که میگه که ما نور این جهان هستیم. نور رو نمیتونین یه جای اینجا قایم کنیم، بلکه ما باید خودمون رو به یه جایی ببریم که همه بتونن ما رو ببینن. پس درخشش ظاهری تو نمایانگیر اتفاقات درونی توست. آمین. اگه کسی که به تو ظلم کرده، یه کسی که به تو بد رفتار کرده، یک راه حلی هست که بتونی این نور رو در تو سالم نگه داری. یک مشکلی که میاد مثل اینکه یک ظلمتی سمت تو میاد، یک کسی به تو بی احترامی کرده، یک کسی به تو بدی کرده، زمانی که مشغول این بدی هستی، چرا این کار رو کرده، چرا اینطوری شده، شروع میکنی به فکر کردن و محکوم کردن، طرد کردن، ظلمت رو قرار میدی در تو.
بعد از یک مدت میبینیم که و بعضی وقت واقعا از صورت افراد متوجه میشیم که مشکل دارن و بعضی وقت میبینیم که زمانی که واقعا در طول یک ثانیه زمانی که توبه و بازگشت میکنن خدا منو ببخش غلط کردم و خواهش میکنم بیا روح القدس با خونت الان منو بشور و همینجا توبه که دعا میکنیم صورتشون عوض میشه. نمیدونم تجربه کردی یا نه، ما نگاه میکنیم یعنی میدرخشی. چرا؟ برای که این فساد رو، این دروغ یا این هر چیزایی که هست وارد شده، الان توبه کرده، بازگشت کرده، از خودش دور کرده، نور خداوند قرار گرفته، شروع میکنه به درخشیدن. فقط باید در این قسمت اینجا بمونیم، چون بعد از اینکه قدمهایی برمیداریم تو به در دنیا، دوباره از دست چپ و در دست راست با چشم نگاه میکنیم، چشم با چشمام شروع میکنیم گناه کردن، قضاوت کردن، یا و این باعث میشه که دوباره این ظلمت رو تو اجازه میدی وارد بشه. پس تو مسئول زندگی خودت هستی، تو مسئول هستی بدرخشی و خدا به تو این امکانات رو داده، روح خودش رو داده که بدرخشی. این نور در تو، تو نباید تولید کنی، خدا به تو داده، ما باید پاک نگه داریم و شروع کنیم به درخشیدن. آمین. این خواندگی ماست. آخرم یک سرودی میخوایم بخونیم، فرمان عیسی باید بدرخشیم، یا این فرمان عیسی تا دا 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 میخونیم آخر، یا پس زمانی که ما انتظار از دیگران داریم طوری زندگی کنین، طوری باید زندگی کنین که من بدرخشم، اشتباه است. از یک کسی پرسیدم، گفتن که خب حالت چطوره، گفت معمولا خوب اگه دیگران بذارن. نه، تو نباید انتظار داشته باشی دیگران با تو خوب رفتار کنن، عالی رفتار کنن که تو بدرخشی. مخصوصا اتفاقاتی که میفته زمانی که یک ظلمتی که میاد تو درست رفتار کنی، نور تو حتی بیشتر میشه، قوی تر میشه، چون اطاعت کردی از خداوند، درست ایستادی و شروع میکنی به درخشیدن. پس این درس رو باید یاد بگیریم. این چیزهایی هستن عزیزان، زمانی که این ظلمت رو اجازه میدی وارد بشه، دیگه مجذوبیت تو نسبت به خدا چی میشه؟ کم میشه. چشمت رفته روی انسان و چشمت هم رفته روی خودت، چون قضاوت کردی، داوری کردی، ظلمت هم در تو قرار گرفته و بعد از این دیدی فکرات تو منفی شده، بعد از این خودت رو محکوم میکنی، واقعا توی یک چی میگن لابیرینت، چرخه میافتین و اونجا گم میشین و بعد از یک مدت به هر حال با فیض خدا یک موعظه میشنوی، تعلیم میشنوی، دست کسی میاد دست گذاری میکنه، دعا میکنه، خدا تو رو آزاد میکنه. فقط این آزادی این نیست که الان من هاللویا دیگه آزاد شدم، یه آزادی فیض خداست که به تو بخشیده. الان باید از این به بعد یواش یواش یاد بگیری درست زندگی کردن. در امثال سلیمان باب 4 آیه 23 اینجا میگه که نسرین میخواد اینو بخونه، که میگه که من بهتر منظور من نه درستم میگه صحیح و خیلی مهمه کلماتش رو درست تلفظ بکنی، من که اشتباه میکنم، فقط به این خاطر میگم که نسل تو بگو خیلی مهم درست، نه اینجا نیست، امثال دل خود را به بگو دل خود را به حفظ تمام نگه دار، زیرا مخرج های حیات از آن است. آمین. دل خودت را به حفظ تمام نگه دار. اینم میتونستم من بخونم. زیرا که مخرج های حیات از آن اوست. پس دل خودت رو چی کن؟ به حفظ تمام. به حفظ تمام. خداوند به تو یک دل داده، دو تا دل نداده، یه دونه داده و میگه که اینو با تمام تمرکز نگه دار، چون از اونجاست که حیات جاری میشه. آمین. پس باید پس نگاه کنیم که پس تو چطور باید دل تو رو حفظ تمام نگه داری، با خودت چگونه تو رفتار میکنی، چطور با خودت کنار میایی.
هر چقدر خودت با خودت رفتار میکنی، همینطورم شروع میکنی به دیگران رفتار کردن. طبق همون نیز جلوگیری یا طبق همون تو هم شروع میکنی به یا جلوگیری کردن یا جلوگیری کردن. درسته؟ نه درست نیست. یا اینطوری بگم، طبق همون تو شروع میکنی به با دیگران رفتار بکنی. یا آنگونه که با خودت کنار میایی روی بقیه تأثیر میگذاری. دوباره میخونم، آنگونه که با خودت کنار میایی رفتار میکنی روی بقیه تأثیر میگذاری. من فکر میکنم امروز واقعا خدا میخواد بقیه، یعنی همه ما، فکر من همه ما یه مشکلایی داریم، از یه چیزای اصلی آزاد کنه. من امروز جالبش اینه که من خیلی گرم بود، گفتم که اینجا میام هر دفعه عرق میکنم و گفتم به یه تیشرتی بپوشم شاید بهتر باشه که راحت تره برای من، بعد از این عوض میکنم. همینجا با تیشرت آمده بودن، همه آمدن، مثل که گناه کردم. پاستور تیشرت؟ گفتم خب تیشرت دیگه، همه تیشرت پوشیدن. آخه شما؟ گفتم خب من چی؟ من آدم هم، من میتونم تیشرت بپوشم. نه آخه یه طوری شدی، شما میخواین اینطوری موعظه کنی؟ گفتم خب اینطوری موعظه کنم چیه؟ کلام من درسته یا باید بپوشم؟ راستش بگم میخواستم با تیشرت بیام، گفتم نه الان باعث لغزش نشم. اگه از من بود ما تیشرت هم چیز میکردم. آلمانی ها در این قسمت خیلی راحت هستن. آلمانی همه شبانه هم با شلوارک هم میان اینجا موعظه میکنن. اونا این مشکل ها رو ندارن. هنوز ما چیزایی هست که باید در ما چی؟ با شلوارک اینجا موعظه کردن. موعظه تعلیم چیز که یا خب هنوز آرش الان من این کار رو بکنم اون مجرده، اون میتونن. نسید هم امروز گفتی آخر باید تیشرت، خب یه پیرانه. گفتم خب میخوام تیشرت. گفت خب خیلی سوسولکی میشی. گفتم خب گفتم جوون هستم دیگه. هللویا. فقط 68 سالمه. فقط چیزی نیست که. هللویا. آمین. گود. الان در قسمتی هست که لوقا باب 10:27 اینجا از عیسی مسیح میپرسند در مورد احکام بزرگ و عیسی مسیح اینجا جواب میده. خودش میپرسه این که خداوند خدای خود را به تمام دل و تمام نفس و تمام توانایی و تمامی فکر خود محبت نما و همسایه خود را مثل نفس خود. همسایه خود را همچون خیشتن دوست بدار. همسایت را مانند جان خود دوست بدار. یا این سه تا ترجمه های مختلف هم اینجا گذاشتم. یعنی این بالا قدیمیه که میگه که همسایه خود را مثل نفس خود، بعد از این قدیمی میگه همسایه خود را همچون خیشتن دوست بدار، و اونم تفسیریه که میگه که همسایه را مانند جان خود دوست بدار. یا پس این احکام بزرگی و همه چی ما میدونیم تو کتاب مقدس که میخونی میبینی که بزرگترین احکام محبت خداست. محبت خودت رو با تمام دل و جان و فکر و وجود دوست داشته باش، و میگه همسایه خودت رو همچون خودت رو. خیلی جالبه که اینجا ننوشته بود همسایه خودت رو دوست داشته باش، فقط خودت رو از خودت متنفر باش، خودت رو طرد کن، تو اصلا به درد نخوردنی هستی. یا مثلا میگه باشه همسایه خودت رو دوست داشته باش، فقط خودت رو اوکی، اگر دوست داشته باشی، اگر نه اب نداره. بلکه میگه که همسایه خودت رو مثل خودت، همچون خیشتن یا مانند جان خود دوست بدار.
اگه نرمال ورداری ما فکر میکنیم اول باید عیسی خدا رو دوست داشته باشه و همسایه خودمون رو داشته بعد از این خودمون دوست داشته باشیم. نه اینطوری نیست. میگه که همچون یعنی من باید خدای خودم رو دوست داشته باشم، دومین خودم رو دوست داشته باشم و بعد از این شما رو دوست داشته باشم. درسته یا نه؟ خود همسایه همچون خودت رو. پس من اول باید خودم رو دوست داشته باشم، بعد از این میتونم شما رو دوست داشته باشم. اگه من متنفر خودم باشم چطور میتونم خدا رو دوست داشته باشم؟ اگه من فقط دعای من گیر بدم به خودم، منو محکوم کنم، چطور میتونم شما رو دوست داشته باشم؟ پس باید این قسمت ها رو نگاه کنیم که مشکل ما چیست و مخصوصا که برمیگردیم به این مجذوبیت که ربطی داره به این چیزایی. مجذوبیت ربط داره که چطور تو با خودت رفتار میکنی. آمین. و اینجاست که مشکل ما از اونجا شروع میشه، چون زمانی که ما اول باور نمی کنیم به خدا، باور نمی کنیم به کارهای خدا و همینطور اما چیز اشتباه رو آوردم یا به این خاطر به خودمون گیر میدیم یا خودمون رو اصلا درست قبول نمی کنیم، یا این باعث میشه که نتونیم دیگران رو احترام بذاریم و محبت کنیم. پس به این خاطر خدا میخواد امروز به ما این درس ها رو یاد بده که واقعا شروع کنیم به خودمون رحم کنیم. من فکر میکنم این روح مذهب هنوز در بقیه و بعضی از ما هنوز وجود داره. ما بعضی وقت با خودمون درست خوب رفتار نمی کنیم. ببینید مجذوبیت خدا از اون میاد که زمانی که می دونم که چقدر زیبا، چقدر خوب با من خدا با من رفتار می کنه، چقدر خدا با مهربانی با من رفتار می کنه، چقدر با صبر و تحمل با من رفتار می کنه، چقدر وقت میذاره برای من، چقدر اشتباهاتی هم میکنه صبر میکنه. بعضی از ما این تجربه رو داریم. و زمانی که نگاه میکنم که خدا اینطوری با من رفتار میکنه، من میگم من با خودم اینطوری رفتار میکنم، مثل اینکه من خودم رو برتر از خدا میکنم. خدا با من با رحمت با من رفتار میکنه، نه من با خودم، نه آلبرت درست نیست، کار درست نیست، اینم درست نیست، و شروع میکنیم وارد یک بخشایی بشیم که بوی مذهب میاد از اونجا و همینطورم که شناخت خدا نداریم. پس چطور الان کلن نرمال برمیداریم؟ میگیم که چطور میتونم اصلا محبت کنم؟ اصلا محبت چیه؟ و تو یک موعظه هایی بود که شنیدم و یک آگوستینیوس اونجا توضیح داد، گفته که محبت میگه من میخوام که تو باشی و اینطوری که تو هستی من اینطوری که من به تو نگاه میکنم به تو بله میگم با تمام خوبیت، بدیت، زفات. دوباره میخوام بگم محبت میگه من میخوام تو باشی و من تو رو میبینم و اینطوری با تمام زفا بله میگم، قبول میکنم. فقط سعی نمیکنم الان یک تصویر ایدئالی بردارم یا و مثال میگم از پوریا یک چیز ایدئالی بردارم و الان پوریا رو با این چیز ایدئال مقایسه کنم، بعد از این مدت میبینم که اصلا نمیتونم او رو بپذیرم چون یه چیز ایدئالی ساختم. و اینطوری ما زندگی میکنیم، ما ایدئال هایی میسازیم، ایدئال هایی میگن نه فارسی، ایدئال هایی میسازیم و سعی میکنیم افراد رو با این ایدئال
چیز کنی، مقایسه کنی، به این خاطر میبینی که نه کم میاره. جالبش اینه که ما خودمون هم همینطور با این ایده عالم چیز میکنیم، مقایسه میکنیم، ما هم کم میاریم. به این خاطر اتوماتیک دیگه چه کاری میکنیم؟ شروع میکنیم به محکوم کردن، طرد کردن. چند بار بود، هنوزم بعضی وقت فکرای محکوم کننده میاد. و اینجاست که ما باید بگیم، خدا میگه که هی با خودت، به خودت رحم کن، درست رفتار کن با خودت. یک واعظی هم همینطور که شنیدم که خودشم میگه که سعی کن نگاه کن تو خودت همینطور پدر هستی و پسر هستی، تو پدر پسر هستی و تو هر دو تا یک هستی. متوجه هستی؟ مثلا میگه من پدر هستم و همینطور من پسر هستم، این پدر با این پسر چطور رفتار میکنه؟ مثل که دایما هر دفعه یک چیزی کوچیکی نگاه میکنه، اشتباه کردی؟ میزنمت؟ چه کار کردی؟ چه فکری کردی؟ دوباره اینطوری فکر کردی؟ خاک بر سرت؟ و شروع میکنی به محکوم کردن. و بعضی وقت که نگاه میکنی ما همین هستیم الان، مثل اینکه مادر هستی، دختر هستی؟ یا پدر هستی، الان پسر هستی و یک خودت هم پسر هستی. چطور با خودت رفتار میکنی؟ و امیدوار هستم امروز این چیزا در قلبتون، فکرتون قرار بگیره و زمانی که میرین خونه و زمانی که روز هفته آینده صبح چیز میکنین، واقعا این پدر رو نگاه کنین که از بالا نگاه میکنه و پسر که خودت هستی نگاه کنین. چطور بچه هاتون رو میزنین؟ چطور با بچه هاتون بد رفتار میکنین که خودت هستی؟ پس زمانی که پس من یک تصویر ایدئالی نمی سازم، بلکه به محبت میگم که نه اینطوری بیام اونجا باید هر دفعه شما رو ببوسم و آخ عاشق دلت هستم وای اینطوری، نه، همینطور زمانی که میگم که من میخوام تو باشی، من میخوام تو باشی و اینطوری هست، اینطوری که نگاه میکنم به تو میگم بله، این دیگه نشانه محبت ما، چون واقعا ما اشتباه از محبت فکر میکنیم یا و برحال توی کلیسا هم همه نمیتونیم با همه اینطوری عاشقانه رابطه صمیمانه داشته باشیم. یا کلن میتونم بگم تک تک شما که اینجا هستی، میتونم به چشمای تک تک شما رو نگاه کنم، هیچ چیزی منفی در من وجود نداره در مورد شما. اشتباهات رو میبینم، کلشخوی هم میبینم، یا مشکل ها میبینم، فقط چیزی اجازه نمیدم وارد زند قلب من بشه، تاریکی بشه. فقط با تک تکتون یکم صمیمیتر هستم، بعد افرادی هم هستم خیلی صمیمیتر هستم و الگوش هم عیسی مسیح بود که برای 70 تا شاگرد داشت، 12 تا شاگرد داشت، 3 تا شاگرد داشت و این چیزی بدی نیست. من نباید با همه شما دیگه بیام اونجا قلب خودم رو باز کنم. افرادی کنار من 2-3 نفری هستن، ما میتونم اونجا قلب خودم رو باز کنم، میتونم، چون منو میشناسن. چیزای مخفی خودم رو الان اینجا صحبت کنم، مخفی منظور من نه گناهای چیزایی هست که من خودم هستم اینطوری چیز کنم، بعضی وقت بعضی افراد نمیفهمن. منظور نیست که میخوام قایم کنم خودم رو، نمیفهمن، نمیتونن درک کنن، چون منو نمیشناسن. فقط افرادی که منو میشناسن میدونن، زمانی که شوخی هم میکنم، زمانی که چیزای میگم کارهای احمقانه هم میکنن، میخندن، چون رو میشناسن، میدونن که این قلب، تو این قلب چیه. پس چرا توی کلیسامون اونقدر داوری هست؟ چون ما از همدیگه اطلاع نداریم، ایدئالهایی میسازیم و شروع میکنیم به محکوم کردن و این است که ما رو نجس میکنه، ناپاک میکنه، فاسد میکنه. نور چی میشه؟ افکن؟ نه، تاریک میشه.
بعضی افراد هم هستن که زمانی که همون تقریبا پدر و پسر رو مثال رو زدم، زمانی که ما اینطوری با خودمون رفتار میکنیم احتیاج به دیگران نداریم ما رو بکوبن یا ناامید کنن یا ترد کنن. بعضی هستن که واقعا در افسردگی زندگی میکنن، نه فقط نه به خاطر اینکه دیگران این کارو کردن، خودشون تو افسردگی انداختن، خودشون مقصر هستن. چه کارهایی بعضی وقت میکردم زمانی که تازه ایمان آورده بودم. واقعا من یه پدر بدی بودم برای این بچه. بعضی وقت من خودم رو میزدم، میدونستی؟ واقعا به شما میگم احمق، واقعا من خودم رو میزدم که یاد میگیری تو اینطوری چیز اینطوری که اصلا خودم رو طرد میکردم. واقعا پدر وحشتناکی بودم به این پسر. این پسرم آسیب میدید، درست روش نمیکرد. با اینجا بود که پدر باید، خدای پدر بایستی میگفت این پدر چیز رو باید گوشش رو میگرفت یا کارهایی میکرد که واقعا این پدر رو به فروتنی هدایت کنه. ببین مواظب بچه من باش، تو لهش میکنی، خرابش میکنی. خیلی به خودم ظلم کردم به خاطر بگم این ایدئالی که میخواستم. من هیچ موقع نمیخواستم اشتباه کنم، همه چی رو میخواستم درست کنم. این غروری پشتشم بود و همینطورم مذهبی. و اینجا عیسی مسیح میگه که من آمدم تا آدمیان حیات یابند و آن را به طور کامل داشته باشند. عیسی مسیح چی میگه؟ این پدر چی میگه؟ من آمدم که شما حیات یابید، اینو به فراوانی داشته باشید، یک حیات الهی. یعنی محبت خدا، یعنی خدا اینترست داره تو زندگیمون دخالت کنه، اینترست داره خوبی کنه. ما هستیم به خودمون بدی میکنیم، انتظار بزرگی از خودمون داریم. خدا اونقدر انتظار از ما نداره از اینکه ما خودمون داریم. در طول یک سال میخواییم الان یک مرد زن خدا باشیم، خیلی ممکنه. خدا میخواد یاد بده که این صبر رو داشته باشیم و به این خاطر این مجذوبیت به وجود میاد زمانی که خودت رها میکنی، میگه که مرسی خداوند، من میتونم باشم. تو همینطور که به من نگاه میکنی میگی آلبرت، خواست من اینه که تو باشی. و همینطور هم با همون ضعف و اشتباهات من تو رو قبول کردم. و همینطور هم خدا اینو بخواد به شما بگیم که ما از خودمون آزاد بشیم، از این اسارت خودمون آزاد بشیم. آمین. که خودمون رو اونجا اونقدر زیاد آسیب نرسونیم. هفته گذشته هم اینطوری گفتم ما تصویر اشتباهی از خدا داریم. من هم همینطور خیلی چیزهایی بود که اشتباه فکر میکردم. اینه که خدا هی دائما میخواد به این مرحله دیگه. هر چقدر مرحله زیادتر نزدیک به او میشه، عاشقترش میشم، مجذوبترم میشم. میگم هیچ چیزی هم به من نده. واقعا تو این کنفرانس هم که اونجا رفته بودم گفتم خدا من هیچ چیزی از تو نمیخوام. نه اومدم اینجا الان من احیا کنی، چیز کنی، هیچ چیز از تو نمیخوام. واقعا به شما میگم بعد دعا میکردم گفت خداوند این افرادی که اینجا آمدن بیا ایشان رو احیا کن. من چیزی نمیخوام. اونقدر زیاد به من فیض بخشیدی، من که الان اینجا هستم، این اصلا کافیه. واقعا به شما میگم دعا نکردم خداوند الان یک ملاقات صمیمانه آتشت بیاره چیزای. گفتم نه خداوند هر چیزی هم باشه تو
تو میدونی چه چیزایی من احتیاج دارم، نمیدونم الان احتیاج دارم احتیاج ندارم چه چیزا، فقط میخوام هر خدمتی میکنم با صداقت انجام بدم، هر خدمتی میخوام انجام واقعا با روح خدا میخوام انجام بدم. الان منو احاطه کن احاطه نکن، در بر بگین آتش بریز نریز، نمیدونم، راحتم، چون میدونم محبوبش هستم، میدونم عاشق منه. چی بگم؟ بال بال بزنم برای چی؟ هفته گذشته گفته بودم که خدا ما رو، آدم و حوا رو کجا گذاشته؟ تو باغ عدن، درختای زیبا، ثمرهای عالی، رودخونه، جواهر، همه چی گذاشته بودی، این همه چی بیا لذت ببر، لذت ببر. و این خدای ما عوض نشده؟ عوض شده؟ الان میگه نه، الان عیسی مسیح رو فرستادم، الان عیسی مسیح آمده، الان توبه کردی بازگشت کردی، الان زندگی تو اونقدر صاف درست نمیدونم مذهبی باش، یک شنبه ها بیا کلیسا کار خودتو انجام بده. نه، اون خدا عوض نشده. حتی عیسی مسیح آمده ما رو آزاد کنه، که واقعا برای آزادی خدا ما رو آزاد کرده. الان باید در این آزادی زندگی بکنیم، اینو باید یاد بگیریم، مخصوصا قوم ما ایرانی ها. آلمانی ها در این مشکل، از این مشکل کمی دارن. ما هنوز خیلی چیزایی در ما هست. این نسل اول خیلی مشکل داشتن، الان این نسل تقریبا دوم سوم، خوش به حالش ما جوانان که دیگه این چیزایی که در ما هنوز ریشه داره شما ندارین. امیدوار هستم واقعا در این آزادی، آزادی روح واقعا رشد کنی، که روی این چیزا تکیه نکنی زندگیتون. فقط ما عزیزان که شاید از 50-60 بالا هستیم و بیشتر ریشه گرفتیم از این چیزا، باید یواش یواش فکرمون رو عوض کنیم، دیدمون رو عوض کنیم، نسبت به خودمون، به خودمون رحم کنیم و اتوماتیک هم دیگران هم رحم خواهیم کرد. پس اینجا میبینید خدا، خدا خودش میگه که من آمدم که ایشان حیات یابن و اینو زیادتر حاصل کنن. زمانی که همینطور که امروز هم کی بود؟ آها، تو چیز موعظه بود گفتم که اولین موعظه چه کاری کرد؟ این عیسی مسیح عهد عتیق رو نگاه میکنه، میبینی عیسی مسیح یعنی خدا، خدای جشناست، دائما در حال جشنه. عیسی مسیح آمد، اولین کاری که کرد رفت جشن، جشن رفت و اونجا نرفت تو، میگه که یک واعظی هم بود همینطور میگه که اونجا نرفت تو، میگه که الان ما میگه اونجا یه تراکتات های چیز کنیم ببینی که کیا هستن که زیاد الکل خوردن. الان نه، خوبه که الکل اصلا تمام شد، اصلا اجازه ندارین سر الکل بخورین، اینجا آب کافیه دیگه، خواهش میکنم دیگه چیز کنین، کسانی که مشکل الکلی دارن بیان اینجا روان درمانی بشن. بلکه خودش رفت اونجا 600 لیتر شراب چی که تولید کرد؟ تولید کرد. خواهش میکنم درست اشتباه نفهمیدین، فکر کنین الان بریم اونجا، فقط بریم اونجا عیسی این کارو کرد، الان بریم اونجا حسابی پاستورم گفته تایید کرده. ما میدونیم که سمبولی هست. فقط اولین جشنی که عیسی مسیح رفت اونجا مذهبی نبود، گفته واقعا اینا هم میخوان جشن بگیرن و توی جشن شراب باید باشه. الان چه کاری میکنن؟ مست میکنن نمیکنن؟ اگه بگذاریم کنار، این احتیاج به شراب دارم، پس شراب رو تولید میکنم که جشن بگیرم. زنی که نقره رو پیدا چیز کرد، گم کرده، گفت میگه که پیداش کردم، جشن بگیریم. گوسفندی که گم کرده بود پیداش کرد، چه کار کنیم؟ جشن بگیریم. پسر گم شده که رفته بود پیدا شد، جشن بگیریم. در آسمون جشنی هست برای اینا. خدای ما اینطوری فکر میکنه، زمانی که فکرش اینطوریه که خوبی بکنه نه بدی بکنه، هدفش اینه که خودی رحم کنه به ما. هر چقدر بعضی وقت زمان سخت سایه موت هم هست که ما اونجا میدیم، اونجا عصا و چوب خودش ما رو تسلی میده و همینطور هم نگه میداره، صبر میده و بعد از این دوباره یه جشنی هست که میزه هست که پر از برکتای خداست که اونجا میتونیم دوباره لبریز بشیم. آمین. به این خاطر میخوام شاید از امروز به بعد این فکر رو در مورد خودت بکنین، چقدر به خودم رحم میکنم،
چقدر روی خودم فشار میارم، کلام نخوندم، دعا نکردم، اینو نکردم. احمق، برو گم شو. به این خاطر ما زیر فیض خدا زندگی میکنیم، میگیم خداوند واقعا اصلا نمیتونم، اصلا حوصله ندارم، اینم ندارم، اونم ندارم. واقعا تو خدایی هستی که منو میفهمی. دنبال این نیستم میگم میگیسوس ایگال به من چه، نه درد میکشم، فقط خداوند همین هستم که هستم، نمیتونم چیزی بکنم. مرسی که خدای بخشنده هستی، زیر فیض تو زندگی میکنم. مرسی که هر چیزی که احتیاج دارم به من خواهی داد، چون خدای خوبی هستی و خدای رحم، پوری رحمت هستی. من میخوام همینطور پیش تو باشم و کلام تو چی میگه؟ که من میخوام تو هست، تو باشی. و میگم خداوند مرسی. و از اون موقع این فکری که میکنم، در این حال میکنم، اون موقع هست که مثل که وارد بودی دیگه میشم، میگم مرسی عیسی جان، شکر که من میتونم باشم و تو لذت میبری از من. و اینجا میبینیم که اصلا عاشقش میشی و این پدر دیگه گوش نمی کنی، بلکه تو هستی آنکه هستی. و خدا میخواد ما رو به اون جا ببره. بعضی وقت هست که نتولی، زمانی که الان حالمون خوب نیست و اینجاست که ظلمت وارد قلبمون میشیم، چون الان چه کاری کنیم؟ باشه حال من بعده، الان برم یه الکلی بخورم، یکم مست بکنم خودم رو، حداقل یکم مثل فراری باشه. یا افرادی هستن که در این حال هستن، منتظر خدا نیستن، بلکه چی میگن، گناه وارد گناهای دیگه میشن. مثال میگم الان، یا گناه نه فقط گناه، افرادی هستن شب و روز فقط کار میکنن، فرار میکنن از این محیط، فکر میکنم با این کار کردن این قلب، این کمبود خودشو پر میکنن. نه، این تمام چیزایی هستن که پر نمیکنن، فقط چی میگن، مثل فلاستر چی میشه، چسب زخم. یا نه، خدا نیازهای ما رو میدونه و میدونه که در این زمانها چه چیزایی احتیاج داریم. احتیاج نیست دنبال چیزای دیگه بگردی که فقط تو رو، مثال میگم چی میگن، بی‌حس کنن. همون زمانی که حالت هم خوب نیست، همین کاری بکن که واقعا احساس میکنی برای تو خوبه. فقط نه اینطوری روحانی باشه، حتی بعضی وقت هست که مثلا میری سپورت میکنی، باز این سپورت کردن یا یه جوری خودتو خالی میکنی، چیز بدنی هم هست، یا پیاده روی میکنی. و خیلی چیزایی هستن که ما میتونیم استفاده کنیم که به خودمون رحم کنیم. یا همینطور هم با نسرین، روزای دوشنبه ما روز تفریح است، یا همینطور پیاده روی میکنیم، کاری به خصوصی نمیکنیم، به خودمون وقت برای خودمون میذاریم، میام پیاده روی و سعی میکنیم تو این پیاده روی نه از کلیسا صحبت بکنیم، نه از شما صحبت کنیم، شما رو فراموش کنیم، چون زمانی که در مورد شما فکر میکنیم دوباره وارد کار میشیم. نه، در مورد همه چی صحبت میکنیم، یا بعد از این میریم بستنی میخوریم با هم دیگه، یه قهوه میخوریم با هم دیگه. بعضی وقتا میگه واقعا هوام خیلی چیز باشه، میریم اونجا یه آبجوی سردی هم میخوریم، بگیم آخ چقدر خوب بود. مثلا که رفته بودیم چیز چی میگن سمینار، اونجا شب اول گفتیم که چه کار کنیم، هوا هم خوبه، بریم فرار کنیم. رفتیم اونجا توی شهر، اونجا نشستیم، پومفریت خوردیم، گفتیم پومفریت بخوریم و آبجوی سردم هر دو تا بخوریم. اونقدر لذت بردیم، همینطور نگاه میکردیم به همه چی. خدای رحمت ها، خدا با الان با ما نگاه میکنه، لذت میبره با ما، نمیگه آبجو صفر پنج یعنی هر لیتر چی میشه؟ نیم لیتر؟ نه، اینقدر نه. واقعا به خودمون رحم کردیم، استراحت کردیم، بعد از یک ساعت دو ساعت برگشتیم. خدا میخواد اینطوری ما با خودمون رفتار کنیم. و زمانی که ما اینطوری با خودمون رفتار میکنیم، هیچ موقع نمیایم گیر میدیم از یک کسی کاری میکنه، میگه چرا این کاری کردی؟ نه اصلا درست نیست، بلکه با رحمت رفتار میکنیم. به این خاطر میگم همسایه خودت رو هم جا
چون خودت دوست داشته باش. در کتاب زفانیا باب 3 آیه 17 اجازه هست من بخونم؟ نه تو بخون اول. تو بخون من. نه. یهوه خدایت در میان تو قدیر است و نجات خواهد داد. او بر تو چی؟ شادی بسیار خواهد نمود. بر تو میتونی بگی او بر من شادی بسیار خواهد نمود و در محبت خود آرامی خواهد یافت و با سرودها بر تو شادی خواهد نمود. یعنی واقعا لذت بخش زمانی که اینو میخوای دوباره تو هم بخون خود بودم یا گود. یهوه خدای در میان تو قدیر است و نجات خواهد داد یا و او بر من الان میگم او بر من آلبرت شادی بسیار خواهد نمود چون دوست داره من لذت ببرم، نه لذت از گناه، لذت از اینکه من هستم و قبول میکنم خودم رو یا و در محبت و محبت خود آرامی خواهد یافت. بعضی وقت محبت اینطوری نیست که الان باید یک عکس العمل های چیزایی بشه. در محبت میتونه همینطور، نمیدونم کسانی که عاشق هستن، بعضی وقت هست که همدیگر رو نگه میداریم، سکوت هستیم، فقط لذت میبریم. او داره در آغوش گرفته هر جایی که هستی. شاید اینجا میخوای دائما هی صحبت میکنی، خدا میگه دهنتو ببند، سکوت، آروم باش، در محبت سکوت. عیسی مسیح داره دهنت ببند. و با سرودها بر من شادی خواهد نمود. او برای من سرود میخونه، پرستش میکنه، شوق گذار میگه ای آلبرت منه اونجا، یا حمید منه، یا امیر منه، و حتی اسم خودت رو چیز میکنه، شروع میکنه به سرود. این کلام خداست، این من نگفتم، این کلام خداست. خدا اینطوری در مورد ما فکر میکنه. پس ما باید یواش یواش یاد بگیری با خودمون هم اینطوری رفتار کنیم. من فکر میکنم اگه اینطوری در مورد خودمون فکر کنیم، کمتر چشممون میره روی دیگران و شروع میکنیم به مقایسه کردن و چیز کردن. و زمانی هم که چشمم میره، میدونم که اگه این کار این چیز بشه، این مجذوبیت نسبت به خدا کم میشه. احمق نیستم، من میخوام دائما عاشق او باشم، قربون صدقش برم. اجازه نمیدم یه چیزی منفی توی قلب من، توی فکر من بیاد، توی فکر من، توی چشمم بیاد، وارد بشه، من رو از این درخشش چیز کنه، جدا کنه. به این خاطر آیه های زیادی هست، الان نمیخوام زیاد الان میرم تو آیه ها. من فکر میکنم دوست داشتم الان مزمور 16 رو این چیز کردم با هم بخونیم، و بعد از این دوست داشتم حداقل یه 15 دقیقه وقت بذاریم برای پرستش کردن. و تو این پرستش کردن همینطور واقعا قول به خودمون بدیم، به اون پدری که الان روی توست، قول بدیم واقعا دیگه از امروز به بعد میخوام با خودم درست رفتار کنم. من از این به بعد نمیخوام خودم رو محکوم کنم، کوچیک کنم، یک الگویی بذارم. درسته ما باید الگوی ما عیسی مسیح، من میخوام روز به روز شبیه خدا بشم، فقط شبیه خدا شدم این کار روح القدس کار من نیست. ما فقط باید قبول کنم که عیسی مسیح اینترست داره در زندگی ما دخالت کنه، و فقط مهم اینه که خودت رو ول کن، رها کن و بگذار خودت باشی با تمام ضعف و اشتباهات، فکرای اشتباه، هر چیزی هست، میگه خدا من این فکر رو هستم، به هر حال فقط این من تصمیم نگرفتم این فکر رو، این میان، فقط این ربطی به من نداره، من خلقتی تازه هستم. و اینطوری که در این آیه چیز که خوندیم که دل خودت رو به حفظ تمام نگه دار، زیرا
زیرا که مخرج های حیات از آن مخرج های حیات از آن است. به این خاطر با همین مزمور رو بخونیم که واقعا خیلی دوست دارم این مزمور 16 رو، که ببینید که چیز داوود این مزمور رو نوشته، چه رابطه‌ای با خدا داشت، چطور خدا رو دید. و زمانی که اینو میخونیم نسرین اینو خواهد خوند و واقعا نگاه کنیم میگیم خداوند واقعا منم این میخوام، منم میخوام همین مزمور مثل اینکه داوود نوشته، من میخوام الان مثل اینکه من میخوام بنویسم. آمین. این الان بخونیم، بعد از این با چند تا سرودا بریم تو پرستش. آمین. مزمور 16 آخرینش فکر میکنم. بخون. ای خدا مرا محافظت فرما، زیرا که بر تو توکل میدارم. خداوند را گفتم تو خداوند من هستی، نیکویی من نیست غیر از تو. و اما مقدسانی که در زمینن و فاضلان، تمامی خوشی من در ایشان است. دردهای آنانی که در عقب خدایان دیگر می شتابند بسیار خواهد شد. هدایای خونی ایشان را نخواهم ریخت، بلکه نام ایشان را به زبانم نخواهم آورد. خداوند نصیب قسمت و کاسه من است، تو قرعه مرا نگاه می داری. خطه های من به جاهای خوش افتاد، میراث بهی به من رسیده است. خداوند را که مرا نصیحت نمود متبارک می خوانم. شبانگاه نیز قلبم مرا تنبیه می کند. خداوند را همیشه پیش روی خود می دارم، چون که به دست راست من است جنبش نخواهم خورد. از این رو دلم شادی می کند و جلالم به وجد می آید و جسدم نیز در اطمینان ساکن خواهد شد. زیرا جانم را در عالم اموات ترک نخواهی کرد و قدوس خود را نخواهی گذاشت که فساد را ببیند. طریق حیات را به من خواهی آموخت. به حضور تو کمال خوشی است و به دست راست تو لذت ها تا ابد الاباد. آمین. آمین.